שב בחיר, בעזרת השם נעשה ונצליח, תורה ציווה לנו משה, מורשה רהילת יעקב. همونطور که اعلام کردیم امشب میخواییم در رابطه با ارون هبریت یا صندوق عهد صحبت بکنیم، صندوق پیمان. همونطور که در پارشای هفتهی گذشته خوندیم، پارشای تروما، هشم دستور میده که و آسولی میشکان و شاخنتی به تو خام، یعنی میشکانی برای من بسازید تا در میان آنها، یعنی در میان جامعه اسرائیل ساکن بشم. در میشکان مقدسترین مکانی که بوده قدش قدشیم بوده، که در بیت المقدس هم همین گونه بوده. خود بیت المقدس بسیار مقدسه، مقدسترین محل بیت المقدس قدش قدشیمه، و در قدش قدشیم ارون هبریت صندوق عهد قرار داشته، که در واقع در کل قدش قدشیم تنها چیزی که بوده ارون هبریت بوده، صندوق عهد بوده و چیز دیگه ای نبوده. پس این صندوق عهد مقدسترینه در بین تمام وسایل بیت المقدس، و ظاهرن یه صندوق عادی بوده، ولی خب امشب ما میخواییم صحبت بکنیم در مورد اینکه موارد عجیب و غریب و معجزات و عجایبی که در این صندوق، در این ارون وجود داشته. و در گفتار نویین، در تورا نویین و همینطور در گفتار خزر خخامیم زیخونم لیوراخا مطرح شده که خیلی جالبه. ببینید این صندوق قبلش، ببینیم اصلا چه شکلی بوده. ارون هبریت همونطور که تورا میفرماید طولش و عرضش به این شکل بوده که 1.5 اما تا این واحد سی عرضش بوده، 2.5 اما طولش بوده، و باز 1.5 اما 1.5 ارتفاعش بوده. هر اما 48 سانتی متره. رو شما حساب بکنید که این چطوری میشه. و بر روی این صندوق کپورت بوده. کپورت یه دربی بوده که این درب ضخامتش 8 سانتی متر یک تفخ بوده، از طلای ناب. و بر روی این کپورت هم کروبیم قرار داشته، یعنی فرشته‌های کروبی به شکل دو تا بچه، یک دختر بچه و یک پسر بچه در مقابل همدیگه ایستاده بودن و بالهاشون باز بوده، سخخین به خنفهم. خب این شکل ارون هبریت بوده. تو ارون هبریت چی بوده؟ داخل ارون هبریت چی قرار داشته؟ در ارون هبریت لوحوت بوده، لوحه های ده فرمان، لوحه های اثر دیبروت. و طبق یک نظر علاوه بر لوحه های سالم، یعنی لوحه های دوم، لوحه های شکسته هم اون لوحه های اول هم بوده. و باز نظر دیگری وجود داره که عقیده داره که علاوه بر این لوحه ها، اون سفر تورایی که موشه رابنو نوشت، موشه رابنو 13 سفر نوشت، سفر تورا نوشت، یکی از اون سفرها، خب اون 12 سفر را به هر شبتی یه سفر داد، یکی از این سفرها را در داخل ارون هبریت قرار داد. پس داخل ارون هبریت لوحوت هبریت بوده، یعنی لوحه های پیمان، همون لوحه های ده فرمان و لوحه های شکسته و سفر تورایی که موشه رابنو علیه السلام نوشته. خب چه شکلی ساخته شده بوده ارون هبریت؟ ارون هبریت از بیرون و از داخل پوشش طلا داشته. خخامی میگن این را چجوری بسلئل بن اوری بن خور ساخت؟ به این شکل که 3 جعبه ساخت که اینها در داخل هم میرفته. جعبه بیرونی از طلا، جعبه وسطی از عطس شیتیم، از چوب عقاقی ها، و جعبه داخلی هم از طلا. اینها در داخل هم میرفته و در این حال جعبه داخلی روکش هم قسمت بالاییش داشته، و بنابراین از داخل و از بیرون طلا بوده و در بین چوب بوده، وسط چوب بوده. و موضوع دیگه این که تا
تورا دستور میده که بدیم یعنی چوبهایی درست بکنن، دوتا چوب در دو سمت ارون هبرید حلقه های بیرون میومده، این چوبها از داخل این حلقه ها رد میشده و هم کنندگان ارون هبرید با کاتف ایساو این را چوبها را بر روی کتفشون میذاشتن و ارون هبرید را به این شکل هم میکردن که این چوب هم چوب عقاقی ها بوده ولی پوشش طلا داشته. خب یکی از موردهای عجیبی که ما در مورد ارون هبریت میبینیم اینه که اصلا چجوری قابل حمله. بیایم حساب بکنیم حدوداً وزن ارون هبریت چقدر بوده، وزن ارون هبریت که توسط 4 نفر حمل میشده چقدر بوده. ببینید خود ارون تلاش حداقل اگر که بخوایم خیلی هم نازک بگیریم حداقل باید 40 کیلوگرم وزن داشته باشه، یعنی طلای خود ارون 40 کیلو وزنش بوده مینیمم. کپورت که گفتیم که اون در پوش ارون بوده که به ضخامت 1 تفق 8 سانتی متر در ارون را میپوشونده و از طلا بوده، اون حداقل مینیمم 70 کیلوگرم وزنش میشه. کروویم اون فرشته های به شکل دختر و پسر که روی آرون قرار داشتن اونم مینیموم 20 کیلوگرم باید وزنش باشه. اینا رو ما همه رو حداقل میگیریم، یعنی به شکل حداقل اینگونه خواهد بود. و خود چوبی که اون صندوقی که وسطش بوده و چوب بوده اونم حداقل 30-40 گرم وزنشه. یه چیزی در حدود نزدیک به 200 کیلوگرم وزن خود ارون هبریته مینیمم حداقل. که شما حساب بکنید که این 200 کیلوگرم وقتی که قراره که با 4 نفر حمل بشه حملش آسون نخواهد بود، به خصوص تو مسافتهای طولانی. اما ما فراموش کردیم که لوخود هبریت را ببینیم چقدر وزنش. لوحه های 10 فرمان چقدر بوده وزنش؟ بیاییم حساب بکنیم. خخامیم توضیح میدن برای ما که لوحه های 10 فرمان طول و عرضشون چقدر بوده. 6 تفق در 6 تفق هر لوحهی بوده به ضخامت 3 تفق، هر تفق برابر با 8 سانتی متر. یعنی لوحه ها هر لوحی از این دو لوحه 48 سانتی متر در 48 سانتی متر به ضخامت 24 سانتی متر بودن و دو تا لوحه بوده کنار هم. و در واقع اگر این لوحه ها را از کنار هم برمی داشتن جدا می شده و به شکل دیگه قرار می دادن یه مکعب می ساخته، یه مکعب مربعی می ساخته که 48 در 48 بوده. خب این حجمش، حجم لوحه ها یه چیزی میشه حدود 110 لیتر، 110 لیتر حجم لوحه های 10 فرمان میشه. خب 110 لیتر آب وزنش چقدره؟ 110 کیلوگرم. ولی هر چیزی حجم مخصوص خودش را داره. لوحه های 10 فرمان که آب نبوده، که سنگ بوده. چه نوع سنگی بوده؟ اون سپیر. خخامین میگن سنگ سپیر بوده، سپیر یاقوت کبوده، سنگ یاقوت کبود بوده 10 فرمان، یعنی آبی رنگ هم بوده، یاقوت کبود آبی رنگه. و این به یاد هشم مینداخته افرادی رو که میدیدن، به خاطر اینکه به یاد شامعین و آسمان و جایگاه هشم میافتادن. پس یاقوت کبود حجم مخصوصش تقریبا 4 برابر آبه. یعنی اگر که با توجه به اینکه ما حساب کردیم که لوخوت هبریت حجمش میشه 110 لیتر، این 110 لیتر وزنش با توجه به اینکه از یاقوت کبود بوده میشه هر لیتری 4 کیلو، یعنی وزن لوخوت هبریت 440 کیلو بوده این دو لوحه حداقل. 440 کیلو این لوحه ها وزن داشته. خب
اولین سوالی که مطرح میشه اینه که اصلا مشربنو چطوری این لوحه ها رو میتونسته حمل بکنه. و سوال سخت‌تر این که وقتی که این لوحه ها 440 کیلو داخل آرون هبریت قرار داده میشده، اگر حساب بکنیم طبق نظری که هم خود لوحه های سالم بوده و هم لوحه های شکسته بوده، دو تا 440 کیلو خب 880 کیلو و خود آرون هبریت هم یه چیزی حدود 200 کیلو، یعنی مینیمم حدود 1 تن آرون هبریت وزن داشته. و چطور 4 نفر آدم میتونن آرون هبریت را، صندوق عهد را حملش بکنن؟ چطور امکان پذیره که آدم ها بتونن این را حمل کنن؟ در ضمن میدونید که لوحه هبریت بالاش گرد نبوده، برخلاف چیزی که بعضیا میکشن تو نقاشی ها و غیره. لوحه هبریت، لوحه های ده فرمان همونطور که گفتیم حالت مکعبی بوده، شکل بالاش حالت گرد نداشته، نیم دایره نبوده، بلکه کاملا لوحه ها مکعب بوده. خب با توجه به وزن سنگین آرون هبریت که حساب کردیم حدود 1 تن وزن، حداقل وزن آرون هبریت خواهد بود، چجوری قابل حمل بوده؟ خخامیم میفرمایند که آرون نوسه ات نوس آف. خیلی جالبه، یه جمله‌ای دارن که آرون هبریت حمل کننده ی حمل کنندگانش بوده. یعنی اینکه آرون هبریت یک خصوصیات فرازمینی و فرامادی داشته. یکیش اینه که هم نه تنها لازم نبوده که حملش کنن، بلکه اون کسایی را که آرون هبریت را حمل میکردن، آرون خودش اونا را داشته حمل میکرده. وقتی که اسرائیل ها میخواستن وارد ارس بشن، دیگه موشه رابنو اولام رفته بوده و یهوشوا داشته رهبری میکرده اسرائیل ها را، میخواستن وارد ارس بشن، خب رود یردن جلوشون بوده، رود اردن، و پلی هم روش نبوده که بخوان رد بشن. میخواستن از قسمت شرقی بیان قسمت کرانه غربیش، از کرانه شرقی بیان کرانه غربی. هشم دستور میده که اون کوهنیمی که آرون را حمل میکردن بیان، اون 4 تا کوهن وقتی که آرون همراهشون بوده، بیان یکم وارد رود بشن، پاهاشون داخل آب قرار بگیره. بلافاصله تا سفر یهوشوع تعریف میکنه، بلافاصله وقتی که پاهای کوهنیم وارد رود میشه، رود شروع شکاف پیدا میکنه، شکافته میشه و آبی که از بالا به پایین میومده همینطور به جای اینکه بیاد پایین میرفته به سمت بالا جمع میشده، میرفته بالا. خب و اسرائیل و کوهنیم همونجا میستن تا اینکه همه اسرائیل ها رد میشن از رود یردن. وقتی که از رود یردن رد میشن، هشم دستور میده که کوهنیم برگردن عقب، یعنی برگردن تو همون قسمت کرانه شرقی، از رود رد نشن. و در نتیجه و بعد آب وقتی که میان بیرون از آب، کوهنیم این سمت رود بودن، اسرائیل ها اون سمت رود بودن و رود دوباره جریان پیدا میکنه. و بعد کوهنیمی که آرون را حمل میکردن، آرون اونها رو بلند میکنه و از رود رد میشن و در اون سمت پایین میان. چیزی که در گمارا از پاسخها دقت میکنه و از سفر یهوشوع یاد میگیره، یعنی اون کوهنیم خودشون حمل میشن که هم کننده آرون ظاهرا بودن، خودشون حمل میشن توسط آرون هبریت. خب پس آرون نوسه ات نوساف بوده، هم کننده هم کنندگانش بوده. من اینجا تو پرانتز یه موضوع مهمی رو بگم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که بعضیا هستن که مثلا به تورا کمک میکنن، به آموزش تورا، به یشیوه ها کمک میکنن، به کلل ها کمک میکنن، فکر میکنن که اینا، بعضی وقتا ما با خودمون وقتی یه کمکی میکنیم با خودمون فکر میکنیم خب من دارم کمک میکنم، من دارم به تورا را اشاره میدم، من دارم تورا را یاد میدم، من دارم به تلمود تورا کمک میکنم. ولی در واقع برعکسه، ما این کمکی که داریم میکنیم، ما نیستیم که کمک میکنیم، هشمه که داره به ما کمک میکنه، توراست که داره به ما کمک میکنه. آرون هبریت نماد توراست، نماد تورا و آموزش توراست. اینو بدونین، همونطور که لوحه های تورا داخلش بوده و سفر تورای موشه رابنو داخلش بوده. و مقدس‌ترین مسئله که در یهودیت وجود داره آموزش توراست. به خاطر همین
بر روی آرون هبریت هم این کروبین بوده که به شکل دو تا بچه بوده، که نشون بده که مهمترین مسئله در یهودیت آموزش توراست، بچه هایی که تورا یاد میگیرن. و اینکه میگه آرون نوسیت نوساف بوده، همکننده یا همکنندگانش بوده، این دقیقا همین درس ها برای ما داره که توراست که داره به ما حیوت و زندگی میده، ما نیستیم که داریم از تورا حمایت میکنیم، بلکه توراست که داره از ما حمایت میکنه و به ما زندگی میده و حیوت میده. این موضوع را موضوعیه که از این مسئله ما میبینیم. پس در این حال بعدن وقتی که اولین شهری که تسخیر میکنن شهر یریخو بوده، که میدونید که هشم دستور میده که با آرون کهنیم دور شهر یریخو برن 7 روز و در روز هفتم وقتی رد میشن دور میزنن و شفار میزنن، اون حصارهای یریخو که حصارهای بسیار عظیم و زخیمی بوده داخل زمین فرو میره و یریخو را تسخیر میکنن. خب پس این سوال رو ما جواب دادیم که واقعا چطوری امکان داره که آرون هبریتی که با محتویاتش حدود 1 تن بوده چجوری 4 نفر میتونستن این را حمل بکنن، به خاطر اینکه آرون نوسیت نوساف بوده. در مورد لوحات هبریت هم همینه، لوحه های تورا هم به همین شکل در واقع معجزه آسا بوده، این حالت معنوی داشته. یه جنبه معنوی دیگه هم خخامیم در گمارا برای آرون یاد میگیرن از پاسوخها، و اون اینه که مقوم آرون اینو مین همینیان، آرون جا نمیگرفته. یعنی چه جا نمیگرفته؟ یعنی ببینید قدش قداشیم ارزش 10 تفخ بوده، خب، و وقتی که پاسوخ داره میاد میشماره میگه که قدش قداشیم وقتی آرون قرار میدن میگه سمت چپش 5 تفخ سمت راستش هم 5 تفخ باقی میمونه. خب چطور امکان داره که خود آرون بالاخره طول و عرض داره، چطور امکان داره که وقتی که در قدش قداشیم قرار میگیره هیچ جایی نگیره، وقتی اندازه گیری میکردن از چپ و راست 5 تفخ باقی مونده بوده؟ پس این خصوصیات جالبیه که برای آرون هبریت خخامین میشمارن که نه وزنش مسئله بوده و نه اون حالت مکانی ها میگرفته، این حالت معنوی بوده که محلش در قدش قداشیم جایی نمیگرفته. مقام آرون اینو مینمینیان در گمارا میگن محل آرون هبریت و شماره نبوده. خب میدونید که چند تا استفاده از آرون هبریت چند تا مسئله بوده که خب در بیت المقدس بود انجام میشده، یکیش استفاده بوده یکیش عودا بوده در بیت المقدس. آرون هبریت را معمولا نمیدیدن مگر در روز کیپور کوهن گادول، وقتی که وارد قدش قداشیم میشده می اومده و قطورت را در مقابل آرون هبریت، اون قطورت را می ریخته روی اون زغال ها و دود قطورت بلند می شده. این جزء عبودای کوهن گادول در یوم کیپور بوده، در روز کیپور بوده و اون بدیم آرون وقتی که آرون در قدش قداشیم قرار داشته اون چوب هاش که بلند بوده می اومده و تا خود پاروخت می رسیده و این چوب‌ها یه ذره خود پاروخت را لمس می‌کرده و در نتیجه توی اون پرده‌ایه که بین قدش قداشیم با قدش فاصله می‌انداخته یه مقدار به شکل 2 برجستگی قرار داشته، که وقتی که در جزء عودای کوهن گادول بوده که خون را می‌خواسته در مقابل پاروخت بین بده هارون اون چوب‌های آرون بپاشه، این دقیقا مشخص بوده، این دوتا برجستگی مشخص میکرده که بده هارون کجاست. و در داخل قدش قداشیم آرون هبریت روی اون هشتیا قرار داشته. اون هشتیا یه سنگیه که شتیا بهش میگن. چرا بهش میگن شتیا؟ به خاطر اینکه این در بیت المقدس در قدش قداشیمه که ما اعتقاد داریم که آفرینش دنیا از اونجا شروع شده، شمیشام نشتت عالم، از اونجا دنیا پایه گذاری شد، آفرینش دنیا از اونجا آغاز شد. و در
بیت مقدس اول فقط آرون ما داشتیم. در بیت مقدس دوم آرون هبریت نبوده. چه اتفاقی برای آرون هبریت میفته؟ خب اینا میان میدونید خیلی فیلم ها ساخته شده، یه فیلم هالیوودی خیلی معروف هم ساخته شده که به دنبال صندوق عهد، کجا رفته صندوق عهد؟ وقتی که بیت مقدس اول خراب میشه صندوق عهد چه اتفاقی براش میفته؟ خخامیم در گمارا برای ما گفتن یوشیاهو که پادشاهی بوده، پادشاهی صدیقی بوده قبل از خرابی بیت مقدس اول، میدونسته که بیت مقدس خراب خواهد شد و خوربن ابعید نزدیکه. یوشیاهو دستور میده که آرون هبریت را در یه سری مخیلوت، یه سری تونل‌های زیرزمینی زیر بیت مقدس، تونل‌های سری، این را برن گانوزش بکنن، پنهانش بکنن و همین کار را میکنن. و بعدن وقتی که اسرائیل ها از گالوت بابل برمیگردن و بعد چنی بیت مقدس دوم ساخته میشه، عزرا هسوفر و کسای دیگه که همراهش بودن، نخمیا و غیره، این را آرون هبریت را از اون محلی که پنهان شده بوده در نمیارن، میذارن همونجا بمونه. چرا؟ به خاطر اینکه میگن که ما هنوز تحت سلطه پادشاهای غیر اسرائیل هستیم. اون موقع تحت سلطه پارس بودن، پارس بودن، بعدن تحت سلطه یونانیا قرار میگیرن، ولی به صورت ماسورت میدونستن. در گمارا میگه که میدونستن، مثلا خاندان ربان گملیل میدونستن که آرون هبریت کجا پنهانه، کجا گانوز شده زیر بیت مقدس، ولی چون تحت سلطه بودن و این نگرانی وجود داشته که بیان و دست درازی بکنن به آرون هبریت، به خاطر همین در بعید شنی اصلا آرون هبریت را از اون محلی که پنهان شده بوده در نمیارن. و بعدن هم که خب بیت مقدس توسط رومی ها خراب میشه و این همونجا در اون تونل های زیرزمینی میمونه، همونجا باقی میمونه تا دوره ماشیاخ که دوباره پیدا خواهد شد. اما گفتم یه استفاده ای هم از آرون هبریت میکردن و اون شعله از اورین و تومین بوده. یعنی کوهن گادول که اون خوشن سینه بند مخصوصش را که اسم دوازده شباطیم روش به شکل روی هر سنگی، سنگ قیمتی روی این خوشن قرار داشته، می اومده این خوشن را، سینه بند را مینداخته، در بین کفل خوشن، بین خوشن اوریم و تومیم بوده. اوریم و تومیم یک پوستی بوده که روش اسم اعظم هقدوش بارخو نوشته شده بوده و می اومدن با مراسم خاص کوهن گادول وقتی که یه سوال مهمی رو میخواستن برای جامعه اسرائیل بپرسن، مثلا جنگ برن یا نرن، می اومدن کوهن گادول سوال رو مطرح میکرده، جلوی آرون هبریت میستاده سوال رو هم مطرح میکرده، مثلا در دور داوید همله خیلی این کار رو انجام میدن و روشن میشده این حروفی که روی آرون بوده و اینها رو سرجم میکرده کوهن گادول که جوابش رو میگرفته که چیه، جواب میگرفته. و مثلا خود الیها کوهن هم میپرسه وقتی که خنا رو میبینه که اومده در میشکان شیلو و داره گریه میکنه و غیره، میپرسه که این چیه موضوعش، و شین خاف رشه روشن میشه این حروف. الیها کوهن به اشتباه اینها رو سرجم میکنه و میگه شیکورا، یعنی مسته این زن، و شیکورا به خاطر همین میگه ادماتای تیشتکارین، تا که میخواید مست بکنی، خجالت نمیکشی مست اومدی تو میشکان؟ ولی در واقع جواب کشرا بوده، شیکورا نبوده، کشرا بوده. پس یکی از مسائل دیگه ای که جلوی آرون بوده این سوالاتی بوده که میپرسیدن. و میبینیم مثلا داوید هملق سوال میپرسه از آرون که بریم جنگ یا نریم، چه موقع بریم، چه جوری بریم، و این تضمین میکنه پیروزیش را. خب یه مسئله دیگه که بسیار جالبه در مورد آرون گفته شده که برای بعضی ها مگفا و قلالا می آورده، برای رشاییم، برای کسایی که کاودش را نگه نمی داشتن، و برای کسی که کاودش را نگه می داشته می داشته براخای بی حد و حصر می آورده. چطوری بوده؟ در سفر شموئل این مسئله را تعریف می کنه. در سفر شموئل میگه که
زمانی که جنگی در میگیره با پلیشتیم در دوره الی هکوهن، اون موقع هنوز میشکان در محلی بوده، در شهری بوده به اسم شیلو، و در این جنگ پلیشتیم میان و این آرون را متاسفانه به اسارت میبرن و آرون ابریت را موفق میشن که دست روش بذارن و میبرنش، و وقتی که الی هکوهن این را میشنوه زمین میخوره و گردنش میشکنه و از دنیا میره. خب پلیشتیم این را میبرن در معبد داگون. خب بت‌های مختلف داشتن، مهمترین بت که داشتن بت داگون بوده. میبرن آرون ابریت را به نشانه این که ما پیروز شدیم ببریمش جلوی بتمون، میرن میذارن در معبد داگون جلوی بت داگون. فردا صبح که میان میبینن بت عظیم داگون افتاده روی زمین. بت خیلی بلند بزرگی بوده و میگن خب حتما اتفاقه، میان بوتا صافش میکنن. و دوباره شب میگذره، فردا که میان این بار میبینن که سر داگون و دستهاش بریده شده و بر روی درگاه ورودی به معبده و خود داگون هم تنش هم افتاده زمین. و اینا میگن که این میفهمن که این موضوع آرونه، آرون از اونجا خارج میکنن، که در شمایل می نویسه که به خاطر همین دیگه می گفتن چون سر و دستای داگون روی این درگاه ورودی بوده دیگه اصلا روی اون درگاه پا نمی زاشتن. بعد از اون هشم مگفایی می فرسته بین اینها که می مردن و در این حال تخوریم می گیرن، آدم ها همیشون بواسیر می گیرن و خیلی داشتن زجر می کشیدن و این را از اون محل خارج میکنن، از اشدود خارج میکنن. این معبد داگون در اشدود بوده. اشدودیا میگن که این مگفاس برا ما، آرون رو میفرستن بیرون، میبرن در شهر گت، یکی از شهرهای دیگه پلیشتیم شهر گت بوده. تا آرون ابریت وارد گت میشه، در گت هم همین اتفاق ها میفته، شروع میکنن مردن مرگهای غیر طبیعی و بواسیر میگیرن مردم و در نجه از گت هم بیرون میکنن، میفرسن اقرون، یکی از شهرهای دیگه پلیشتیم میفرسن اقرون. مردم اقرون میگن آقا ما قبول نمیکنیم اصلا. این میشنیده بودن که توی اشدود و تو گت چه اتفاقایی افتاده بوده، میگن ما اصلا قبول نمیکنیم. میان میشینن همشون با هم، خخامیمشون و کاهنینشون و غیره همه با هم میگن این چیه؟ میگن این نشون میده که خدای اسرائیل خشمگینه و ما باید این آرون را برگردونیم و تازه باید هدایایی هم بفرستیم. میان کلی طلا و جواهرات و یه سری حیوانات برای قربانی و اینها همراه با آرون میفرستن با یه سری از سرداراشون میفرستن به سمت اسرائیل. میرسن به شهر بتشمش و در شهر بتشمش اونجا این کالسکه‌ای که گاوا رو بسته بودن آرون روش بوده اونجا میسته و اونجا پیاده میکنن آرون را، تحویل اسرائیل میدن و اسرائیل اون قربانی ها را تقدیم میکنن و غیره. ولی وقتی وارد بتشمش میشه، در بتشمش هم افراد بزرگی، 70 نفر از بزرگان جامعهشون از دنیا میرن. چرا؟ به خاطر اینکه کاود آرون را اونطوری که شایسته بوده نذاشته بودن و در نتیجه اهالی بتشمش هم ذره ترک میشن و میفرستن این را به خونه کوهنی به اسم اویناداو، که اویناداو این را نگه میداره، آرون را نگه میداره. داوید هملخ تصمیم میگیره که آرون هبریت را از خونه اویناداو ببره به ایر داوید، ببره به یروشالایم و میاد جشن بسیار بزرگی میگیره، برگزار میکنه و اشتباهی میکنه. در تورا واضحا نوشته شده که باید آرون ابریت با کتف ایساو، با کتف هم بشه، یعنی به خاطر اون کاود زیادی که داره باید، گفتیم توسط 4 نفر از کوهنیم یا لویین باید حمل میشده. داوید هم الخ اشتباه میکنه، این موضوع رو فراموش میکنه و اون آرون را میذاره روی یک عرابه و فرزندان اویناداو، اوزا و اخیو، اینها کوهن بودن، مسئول این بودن که همراه با آرون ابریت حرکت بکنن.
در هم اسرائیل ها و داوید ملک همه جلوی آرون عبرید بالا پایین میپریدن میرقصیدن شادی میکردن که آرون را دارن الان میبرن به ایر داوید. یه اتفاقی میفته، یه لحظه این عرابه که داشت حرکت میکرده تو را یه دفعه بالا پایین میره و اوزا پسر اوینادابا فکر میکنه که آرون داره میفته از روی این کالسکه، دستش را دراز میکنه که آرون را بگیره که نیفته و همونجا اوزا متاسفانه کشته میشه و همه خیلی ناراحت میشن، اون شادیشون و جشنشون تبدیل به غم میشه و اسم اون محل اصلا میذارن پرتس اوزا، یعنی رخنه‌ای که در اوزا ایجاد شد. و علتش چی بوده که این اتفاق میفته؟ چرا کشته میشه اوزا؟ دو دلیل داشته. یکی به خاطر اشتباهی که گفتیم آرون عبریت باید با انسان حمل میشده، توسط کوهنیم و لویم حمل میشده، ولی اشتباه میکنن و توسط عرابه حملش میکنن. مورد دوم این بوده که اوزا نباید با خودش فکر میکرد که آرون داره میفته و نباید دست میزد به آرون، این بی احترامی بوده به آرون، چون باید با خودش میسنجیده که آرون نوسیت نوساف، آرون هبریت حمل کننده ی حمل کنندگانشه، پس آرون نمیفته، امکان نداره که بیفته. و این مواردیه که در مورد آرون گفته شده. اما خیلی جالبه، همه اینا که گفتیم قلالا بوده، اتفاقای بد بوده، اما بعدش داوید وقتی که خب میبینه که این اتفاق افتاده ناراحت میشه و میگه که آرون را فعلا نمیبریم به ایر داوید، میبرنش میذارنش خونه فرد صدیقی به اسم اوود ادوم هگیتی که این 8 پسر داشته و 8 عروس داشته و چند ماه خونه اوود ادوم هگیتی میمونه و هشم براخای بی حد و حصر میده به اوود ادوم هگیتی و در پاسوق در دیور ایامیم تعریف میکنه که یکی از براخاهایی که خیلی جالب بوده این بوده که 8 عروس اوود ادوم هگیتی و همسرش همه شون در یک محدوده زمانی باردار میشن، اون زمانی که آرون عبرید در خونه اوود ادوم هگیتی بوده و اوود ادوم هگیتی خیلی به آرون احترام میگذاشته و کابودش رو نگه میداشته. همسر اوود ادوم و 8 عروسش در یک زمان باردار میشن و همه اینها 6 قلو به دنیا میارن، یعنی یه دفعه در به خانواده اوود ادوم هگیتی 54 تا پسر اضافه میشه. حالا شاید امروزه خب این قلالا باشه یه همچین اتفاقی بیفته خیلی سخته، ولی خب این یه براخای بزرگی بوده برای اوود ادوم هگیتی که یه دفعه به این شکل خانوادهش گسترش پیدا میکنن و این به خاطر اون صدقوتش، صداقتش و کاودی بوده که به آرون هبریت میذاشته. خب بحث گنیزای آرون را گفتیم. یه مبحث دیگه که در مورد آرون مطرح بکنیم، در قسمت بالایی آرون یک حالت تاج مانندی دور تا دور آرون بوده که بهش تورا میگه زر زهاف، یعنی تاج طلایی، حالتش تاج مانند دور تا دور آرون قسمت بالاییش بوده که خخامیم در گمارا، ریویوخانان در گمارا میفرمایند که این در واقع نماده، همونطور که گفتیم آرون عبرید نماد توراست و آموزش تورا و هر کدوم از وسایلی که در میشکان و در بیت امقداش بوده و در پاراشای تروما و پاراشای دیگه و یخل پگوده ما میخونیم در مورد ساختش نماد یه چیزیه. 3 از وسایل بیت امقداش زر داشته، زر زهاب داشته، یعنی اون تاج طلایی دورش بوده. یکی میزبه قربانگاه، دومی شولخان اون میز طلایی و سومی آرون هبرید. در گفتار خخامیم هر کدوم از اینا نماد یه چیزیه. آرون هبرید نماد توراس، شولخان که روش لخ مپانی میذاشتن نماد پادشاهیه و میزبه یخ قربانگاه مسیح که در میشکان بوده که اینم زر داشته و زر زهاف داشته، اون تاج طلایی دورش بوده، میزبه یخ
نماد کهنیمه، کهونا، کهانته، و این سه تاج داشتن. این سه تاج داشتن و ربی یوحنان می‌فرماید که سه تا تاج وجود داره، شلوشا کتاریم هم، تاج کهونا که کهنیم گرفتن، اهرون کهن اون را گرفت، و شولخان و میزبیخ نماد اونه، تاج ملوخا پادشاهی که داوید هملخ گرفت و نسلش، چون پادشاهی به داوید هملخ و نسلش داده شد که در نهایت هم ماشیح خواهد بود از نسل داوید هملخ، که اون را داوید گرفت و سمبل شولخانه، زرزهاو. اما سومین تاج، تاج آرون هبریته، زرزهاویه که در آرون هبریت بوده و اون را، اون تاج آرون هبریت را هر کسی که میخواد، موناخ، اون قرار داره، قرار داره، هر کسی که مایله میتونه بیاد و اون را بگیره. باز مطالب دیگری هم در مورد آرون هبریت هستش که خب حالا انشالله جلسات دیگه توضیح میدیم. انشالله که موفق و معید باشید و شبات خوب و همراه با سلامتی داشته باشید.